خوش آمدید به این ویژه برنامه 40 سالگی انقلاب 57. 40 سال پس از این انقلاب، انقلابی که مبارزه با فاصله طبقاتی شعارش بود، ایران با مشکلات معیشتی جدی دست و پنجه نرم می‌کند. ایرانیان وضعیت معیشت خود را با پیش از انقلاب مقایسه می‌کنند و به باور بخشی از آنها مردم در نظام سابق زندگی مرفه‌تری داشتند. آیا این باور درست است؟ پاسخ دشوار است، اما بعضی آمارها و داده‌های اقتصادی امکان این مقایسه را فراهم می‌کند. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. انقلاب 57 ایران، انقلابی که رهبرش آن را انقلابی در حمایت از پابرهنگان خواند، انقلابی که مرگ بر آمریکا و شعار علیه سرمایه‌داری هویت آن شد، انقلابی که حذف و نابودی را با نام خدا انجام داد و آرمان آرزویش ساختن جامعه بی طبقه و توزیع عادلانه ثروت بود. چهار دهه پس از انقلاب، فقر همچنان از بزرگترین چالش‌ها برای جامعه ایرانی است. ایران در یک سال اخیر شاهد اعتراض‌های گسترده کارمندان و کارگران به وضعیت معیشتی بوده. امروز نیمی از خانوارهای فقیر در ایران را خانوارهای با سرپرست شاغل تشکیل می‌دهند. آنهایی که درآمد دارند، اما درآمدشان برای تامین امکانات اولیه کافی نیست و وضعیت بیکاران از آنها بدتر. ایرانیان وضعیت معیشت خود را با پیش از انقلاب مقایسه می‌کنند و بخشی بر این باورند که در دوران پیش از انقلاب زندگی مرفه‌تر بوده. اقتصاددانان اما درباره این باور اتفاق نظر ندارند. اقتصاددانی مانند مسعود نیلی، استاد دانشگاه شریف، میگوید امروز درآمد سرانه ایرانیان، یعنی سهم هر ایرانی از درآمد ملی، 70% درآمد سرانه سال 55 به قیمت ثابت است. او میگوید همزمان میزان مصرف بعد از انقلاب 1.5 برابر رشد کرده. کاهش درآمد همزمان با افزایش مصرف باعث شده ایران با کسری مواجه شده و برای رفع آن از سهم سرمایه گذاری خرج کند. نتیجه آن که سرمایه ثابت سرانه یا همان سهم ایرانیان از سرمایه هم کاهش شدیدی داشته. بهترین مثال آب است که بی برنامه مصرف شده و هم اکنون با کمبود آن مواجه هستیم. در مقابل این تحلیل، برخی اقتصاددانان همین آب را مثال می‌زنند و می‌گویند در سال‌های بعد از انقلاب دسترسی به آب بیشتر شده و کیفیت زندگی بالا رفته. جواد صالحی اصفهانی، استاد دانشگاه ویرجینیا تک، با استناد به افزایش کمی میزان دسترسی افراد به امکانات اولیه، میگوید در دهه 50 خورشیدی 68% خانوارها به آب آشامیدنی دسترسی داشتند و 83% به برق، اما امروز این رقم به 100% رسیده. اما کدام تحلیل درست است؟ مردم در کدام دوره رفاه بیشتری داشتند؟ اطلاعات کافی برای پاسخ دقیق در دست نیست، اما با برخی معیارها میتوان شرایط را تا حدی مقایسه کرد. یک نمونه قیاس قدرت خرید یک حقوق بگیر قبل و بعد از انقلاب است. برای این کار معلمان را در نظر میگیریم که پرشمارترین گروه شغلی در میان حقوق بگیران دولت هستند و طبقه متوسط ایران را نمایندگی میکنند. بررسی می‌کنیم که یک معلم با حقوق ماهانه توانایی خرید چقدر طلا را داشته. دلیل انتخاب طلا هم این است که این کالا مستهلک نمی‌شود و پیشرفت تکنولوژی موقعیت آن را تغییر نداده. معلم ایرانی در سال 53 می‌توانسته با حقوق ماهانه‌اش 18 گرم طلا، گرمی 42 تومان بخرد. حالا بیش از 40 سال گذشته و برای خرید همانقدر طلا باید درآمدش بیش از 6 میلیون و 300 تومان باشد. رقمی که بسیار بیشتر از حقوق امروز معلمان است. پیش از انقلاب ایران و کره جنوبی موقعیت مشابهی داشتند و تقریبا همزمان تصمیم به صنعتی شدن گرفتند. به همین دلیل مقایسه آنها در ادبیات اقتصادی رایج است. در نخستین سال بعد از انقلاب درآمد سرانه ایرانیان تقریبا 3 برابر کره جنوبی بود، اما 40 سال بعد از انقلاب کره بیش از 2 برابر ایران درآمد سرانه دارد.
از سال 42 تا وقوع انقلاب رشد اقتصاد سالانه بیش از 8% بود و ایران در میان 3 کشور برتر جهان از نظر رشد اقتصادی قرار گرفت. در نتیجه درآمد سرانه ایرانی ها در سال 56 9 برابر سال 42 شد. اما تغییر روند رشد پس از انقلاب و افزایش 2.5 برابری جمعیت در 40 سالگی انقلاب باعث افت درآمد سرانه ایرانی ها شده. همزمان با افت درآمد مردم ایران در سالهای پس از انقلاب رشد شاخص فلاکت هم اوج گرفت. شاخص فلاکت که همزمان اوضاع بیکاری و تورم را نشان می‌دهد، بعد از انقلاب رشد بیشتری کرده و در سال 2011 به بالاترین مقدار تاریخی خود رسیده. سازمان ملل متحد هم شاخصی دارد به نام توسعه انسانی که میانگین وزنی 3 حوزه سلامت، دسترسی به دانش و اطلاعات و استاندارد زندگی است. محاسبه این شاخص از سال 90 میلادی شروع شده و دوران قبل از انقلاب را در بر نمی‌گیرد، اما روند تغییرات 3 دهه اخیران برای ایران مثبت بوده. ابزار دیگری که شرایط رفاه جامعه را نشان می‌دهد، شاخص مؤسسه لگاتوم است. در رتبه بندی سالانه این شاخص که از سال 2007 آغاز شده، ایران همیشه در بین 20 کشور قعر جدول بوده. البته هم شاخص رفاه مؤسسه لگاتوم و هم شاخص توسعه انسانی سازمان ملل از روند رو به بهبود دسترسی ایرانی ها به امکانات بهداشتی و آموزشی طی دهه‌های اخیر حکایت دارند. اما همچنان برای پیوستن ایران به جمع کشورهای مرفه، حوزه‌های مختلف به بهبود نیاز دارند. بهبودهایی که اگر انجام می‌گرفت در 40 سالگی انقلاب 57 دغدغه‌های معیشتی یک نگرانی اساسی ایران نبود. شیدا هوشمندی، بی بی سی. نادره شاملو، مشاور ارشد پیشین بانک جهانی از واشنگتن با ماست. خانم شاملو، در گزارش شیدا هم دیدید که اقتصاددان‌ها نظرات متفاوت و متضادی با هم دارند درباره اینکه آیا ایرانیان مرفه‌تر شدند یا نه. نظر شما چیه؟ اول از هر چیزی میخواستم سلام بکنم به بینندگان محترمتون. بله، همونطور که شما در گزارشتون فرمودین، خیلی سخت آدم بگه که از حالا مثلا تا امروز آیا وضع هر کشوری، نه تنها ایران، امروز مثلا با 40 سال دیگر، 40 سال پیش چطوری میشه مقایسه کرد. حتی تو خود آمریکا مثلا اون رفاهی که ما امروز داریم با رفاه 40 سال پیش خیلی فرق داره. تو همه کشورها این عوض شده. یه موضوعی که توی گزارشتون بهش اشاره کرده بودین این بودش که مثلا در 40 سال پیش یا قبل از انقلاب یک نفر که نانآور خانواده بود میتونست مثلا یه خانواده رو ازش بر بیاد. خب این یک مشکلی هستش که حتی در غرب و یا در کشورهای دیگه الان دیگه اون یک خانواده، هر خانواده احتیاج به 2 تا نانآور داره و تو هر کشوری این موضوع، این برنامه خیلی سخت شده که یک نفر بتونه یک خانواده رو، خرج یک خانواده رو در بیاره. موضوع دیگه که صحبت شد این بودش که رفاه و اینکه چطوری زندگی میکنن. راستش مردم امروز از رفاه یه چیز دیگه در نظر دارن یا یه چیز دیگه در انتظاراتشون هست تا 40 سال پیش. به خاطر این مقایسه امسال حالا با 40 سال پیش باز خیلی فرق داره. امروز مثلا ایرانی ها خیلی بهتر زندگی میکنن از خیلی لحاظا. البته همه جای دنیا همه خیلی بهتر زندگی میکنن. امروز همه همونطور که شما در خانم شاملو به هر حال فرمودین، به هر حال در گزارش شیدا داشتیم رشد اقتصادی 8% مقایسه درآمد یک معلم قبل از انقلاب و بعد از انقلاب. فکر کنم قیاس شاید با شرایط اقتصادی کشورهای دیگه، یا فرضاً اینکه در امریکا پدری نمیتونه خرج 4 نفر رو دیگه بده، شاید قیاس خیلی منطقی به نظر نیاد. نه، ولی صحبت منظور من اینه که اصلا تمام دنیا فرق کرده، فقط تو ایران نیستش که این موضوع الان خیلی سخت تر شده. حتی جاهای دیگه، کشورهای دیگه که چالش‌های اقتصادی ایران رو نداشتن، اونجا هم همینطوری تغییر کرده وضعیت و تشریح رفاه هم فرق کرده. الان ما مثلا توی زندگی های امروز، حالا حتما همه باید یک موبایل داشته باشن، همه حتما باید چه میدونم زندگی
بتونن مثلا اینترنت داشته باشن، در صورتی که خب 40 سال پیش این موضوع نبود. صحبتی که من میخوام بکنم اینه که ما باید 40 سال پیش رو با 40 سال پیش مقایسه بکنیم و امروز با امروز مقایسه بکنیم. اگه امروز رو ما مقایسه ایران رو مقایسه بکنیم با کشورهایی که هم تا و هم کلاس ایران بودن، بله ما امروز از بقیه کشورها عقب افتادیم، تا حد خیلی زیادی عقب افتادیم، ولی اگر که خب خودمون امروز با 40 سال پیش مقایسه بکنیم، خیلی از ایرانی‌ها بهتر زندگی میکنن. همونطور که شما فرمودین قبلا مثلا 66% ایرانیان به برق و آب وصل بودن، امروز الان تقریبا شده 100%. خب این خیلی رفاه بیشتری هست. برای این مقایسه، به خاطر این اقتصاددانا نمیتونن دقیقا این سوال جواب بدن، به خاطر اینکه مقایسه دو تا طرز زندگی خیلی تغییر کرده. بسیار خب، چقدر از دید شما انقلاب سال 57 اونطوری که وعده داده بود تونست پا برهنه ها رو نجات بده؟ ببینیم امروز، فقر امروز با فقر اون روز خیلی فرق داره. میگم امروز یک کسی که موبایل هم داره و ماشین هم زیر پاشه ممکنه خودش فقیر احساس بکنه، تا اون موقع قبل از انقلاب که مثلا فقط اگه یه دونه نون بخور نمیری میخوردن یا حتی نون خشک هم میخوردن اون موقع مثلا فقیر بودن. واسه همین حتی تشریح فقر هم خیلی فرق کرده. فکر کنم شاملو به هر حال شما تخصصتون خیلی بهتر از من میدونین، ولی وقتی که صحبت از خط فقر میشه به هر حال مشخصه که چه بخشی از جامعه ایران زیر خط فقر دارن زندگی میکنن. بحث موبایل و ماشین و این حرفا نیست، بحث اینه که یه بخش از جامعه ایران زیر خط فقره، بخش بسیار بزرگ و چشمگیری رفته زیر خط فقر. ببین خط فقر بین المللی را اگه نگاه بکنیم که یعنی ایران رو بتونیم مقایسه بکنیم با کشورهای دیگه، بله فقر خیلی اومده، فقر بین الملل یعنی اون خط فقر بین الملل، ولی خط فقر خود دولت ایران در حدود 20% مردم میرن زیر اون خط فقر، میگن که نشنال پاورتی لاین، میرن زیر اون خط فقری که خود دولت شرحش داده. ولی خب علاوه بر اون خب تعداد خیلی در حدود 20% دیگه هستن که خیلی نزدیک به اون فقر خط فقر زندگی میکنن و شاید هی مرتب هی برن زیر خط فقر رو بیان بالا. اینم خب خیلی مسئله خیلی مهمی هستش. خیلی ها هستن که هیچ وقت از فقر نمیتونن یعنی از فقر در بیان، در صورتی که خب مثلا قبل از انقلاب تعداد خیلی زیادی بودن که تونستن از فقر خودشونو بکشونن به میدل کلاس، به سطح متوسط. الان فکر کنم این ناراحتی این که همیشه در فقر خواهند بود و نمیتونن هیچ وقت از فقر در بیان، یکی از معضلایی هستش که هر کسی در هر صورت به زندگی میکنه. من نمیخوام در جواب دادن به سوال شما تفره برم، ولی این که میخوام بگم خیلی سخت این موضوع رو آدم بتونه دقیقاً نشونگیری بکنه، پین پوینت بکنه که بهتر شده یا بدتر شده. از خیلی لحاظا خب رفاه زندگی بهتر شده، ولی از خب خیلی لحاظا ما میتونستیم بهتر از این باشیم. اینه باید این اصل مطلب اینه که ما خیلی بهتر از این میتونستیم باشیم و از این لحاظ شاید انقلاب نتونست، یا اون روند بعد از انقلاب، نمیخوام بگم انقلاب خودش چیز کرده، ولی سیاست‌های بعد از انقلاب و تو این 40 سال پیش نتونستن ایران رو اونطور که باید شاید تو اون راهی بندازن که بتونن این معضلا رو از بین ببرن. متشکرم از شما نادری شاملو، مشاور ارشد پیشین بانک جهانی با ما. بی بی سی فارسی با تعدادی از مهاجران ایرانی پس از انقلاب در پاریس گفتگو کرده که هر روز روایت یکی از اونها رو از تأثیر انقلاب بر زندگی شخصیش میشنویم. حمیدرضا جاودان بازیگری که دوست داشت در ایران بماند و روی صحنه برود، اما این فرصت از او گرفته شد. بازیگر و کارگردان تئاتر اما با نگاهی مثبت از مهاجرتش میگوید. گفتگوی پوریا ماهرویان رو با ببینید. حمیدرضا جاودان بازیگر در تئاتر، سینما، گاهی کارگردانی هم میکنم و ضمناً در دانشگاه سوربن تدریس هم میکنم در دپارتمان تئاتر. بیش از 40 سالی که خارج از کشور هستم که 35 سالش در فرانسه بودم. آقای جاودان، انقلاب ایران چه تأثیر مستقیمی رو زندگی شخصی شما گذاشت؟ انقلاب مشروطیت نسیمش عطرش رو آورد، رسید تا به زمانی که من به دنیا اومده بودم، بعد شد انقلاب سفید
و من پس از انقلاب سفید سفر کردم که ببینم آیا هنر نزد ایرانیان است و بس. دیدم که نه، نزد همگان است و بس. مشکل کار اون دو بس بود که فکر میکردیم. بعد دوباره برگشتم، بعد شد انقلاب سیاه و من مجبور شدم جلای وطن بکنم و آمدم به فرانسه. آمدم پاریس که ویزا بگیرم برگردم برم آمریکا. اینجا ویزای من رو رد کردن. خب بنده اونجا گیر کردم، رفتم در بازارهای اطراف پاریس کار پیدا کردم به طور قاچاقی. غیرقانونی زندگی میکردین تو فرانسه؟ دو سال غیرقانونی زندگی میکردم و در اون زمان ایست بازرسی بود در راهروهای مترو و از دور من تا میدیدم که دارن کنترل میکنن. یه روزنامه لوموند گرفته بودم زیر بغلم گذاشته بودم که هر وقت این چیز شد در میآوردم اینجوری بازش میکردم و سرام تکون میداد بودم اینجوری میکردم رد میشدم. با همین کلک ها خلاصه خودم نگه داشتم تا اینکه تونستم برم دانشگاه میغای در تولوز، اونجا کارت دانشجویی بگیرم و برگشتم پاریس. رفتم دانشگاه پاریس 8 در دپارتمان تئاتر شدم دانشجو که از اونجا شروع شد که نما نقبی زدم به تئاتر فرانسه و شروع کردم به کار کردن. کاری که انقلاب با من کرد هم مثبت بود هم منفی. منفی از این نظر که خب من تو کشور خودم تونستم کارام بکنم، زندگیم بکنم، مثل خیلی از آقایونی که خب به هر حال بندم شدیم مثلا یک قطره‌ای در مقابل اقیانوس استعداد اینها باشم. خب منم میتونستم اونجا زندگی کنم، معروف بشم، بیام اونجا برم جایزه بگیرم، جایزم رو بدم به مردم نه به کسی دیگه، ولی از من گرفته شد. خب ولی من نیومدم که غمزوزه کنم و بگم که خب حالا دیگه اینجوری شدم و بدبخت شدم و مردم، نه. همین این اصلا توفیق اجباری شد برای من. بهترین گروه های تئاتری، بهترین گروه های سینمایی کار کردم که حالا ذکرش رو نام نمی کنم، اصلا دوست ندارم از خودم تعریف کنم، ولی از دوستانم تعریف می کنم که این بچه ها این سال ها کلی زحمت کشیدن و با بهترین گروه ها کار کردن، کلی چیز آموختن. ما الان به سه زبان فارسی، فرانسه و انگلیسی کار میکنیم. کاری که ما در این سالها کردیم این بود که اون واقعا ایرونی واقعی رو نشون دادیم. گفتیم که ایرونی ملت فرانسه، ملت آمریکا، ملت انگلیس، ملت آلمان، ایرونی اینه. به لطف این دوستامون که در ایران هستن که کار هنری میکنن تونستن بلندشان تشریف بیارن اینجا تو بهترین سالن‌ها اینجا کار کنن و خب درآمد داشته باشن، تشریف ببرن. البته خب زیاد التفاتی به ما شد نداشته باشن، به ما میگن خارج کشور نشین، ولی ما خارج از کشور نشسته ایم ولی فراموش نکرده ایم. در این که من خودم رو شهروند جهان میدونم ولی با این حال در اونجا به دنیا آمدم، هنوز به همون زبون حرف میزنم و میخونم و مینویسم بازی میکنم. بنابراین ما هم میتونستیم برگردیم ولی من شخصا بر نمیگردم تا زمانی که مجبور بشم. خیلی چیزایی که مربوط به سانسور میشه و به چیزهایی میشه که من اصلا علاقه بهش ندارم، من مخالف 100% هستم، باش همکاری کنم و همراهی کنم. گفتگوی پوریا مهرویان بود. در ادامه مرور مطبوعات روزهای انقلاب 57 نگاهی میکنیم به مطبوعات ایران در روز 15 بهمن. مسعود بهنود و مریم افشنگ مطبوعات اون روز رو ورق میزنن. سلام آقای بهنود، بحث‌های ضد امپریالیسمی و مرگ بر آمریکا و اینا کم کم وارد مطبوعات میشه. اگه بخوام به این نکته مهمی رو بگیم که بعد از 3-4 روز از اومدن آقای خمینی داشت، حالا مطبوعات هم آزاد بود، داشت از دل مطبوعات میزد بیرون، این بودش که مطبوعات، حتی مطبوعاتی که خیلی نزدیک شده بودن به دستگاه و بیت رهبری و موقعش بودن کمیته استقبال، حتی اونها هم انقدر دور مسائل به اصطلاح دینی نمیگشتند، راجب حجاب، حجاب و این چیزا نمینوشتند. نقطه مشترکی پیدا شد که به نظرم خود به خود پیدا شد بین همه روزنامه ها و اون اینی که ضد استکبار و ضد امپریالیسم. برابر این شعارهای معروف جنای چپ که هیچ وقت عادت نداشتیم قبلا که روحانیت از این حرفا بزنه، انقدر عام شد که یواش یواش بیان آقای خمینی هم که تنها کسی بود که البته قبلا میگفت جنای مذهبی، ولی تند شد. و همینطور مذاکرات پشت پرده بازرگان و بختیار، که حالا مقصدم نیست که روبرو میگفتن، شاید هم میگفتن، ولی به هر حال اونا ذهنن خیلی به هم نزدیک بودن و نزدیکی اونا میتونست یه راه حلی باشه برای حل ماجرا.
اونها هم همینطور کشمکش میکردن و هر دو گروه از دو طرف فشار میآوردن و اینو به هم میزدن. اینجا تیتری که هست از قول بنی سعد، آقای بنی سعد میگه که امپریالیسم 6 هدف در کشور ما دارد، بانک ها عامل چپاول مردمند و از طرف دیگه هم بختیار اون بالا میگه نه با شاه سازش میکنم نه با خمینی، به آیت الله خمینی هم اجازه تشکیل دولت موقت رو نمیدم. ولی اگه بخوایم یک نگاهی هم به اردو آقای خمینی بکنیم از توی روزنامه ها، باید بگیم روزنامه ها به سرعت پر شد از استعفانامه های نماینده های مجلس که از شکل های مختلف اومدن رفتن، که بعد دیگه رسید به اینکه با رئیسشون رفتن. و این وسط خب اتفاقاتی هم که دیگه هم که همینطور می افتاد، یعنی در شهرستان ها مقامات محلی به روحانی یا امام جمعه، البته تعیین نشده هنوز، شهرستان ها متوسل می شدن، داشت یک نقل و انتقالی به سرعت اتفاق می افتاد که بعداً حوزه را توش حرف زدیم. نمیدونم چقدر بحث مصادره اموال اون زمان در اون روزها مطرح بوده، ولی صحبت آقای طالقانی که میگه تصرف اراضی عمومی خلاف شرع است توی روزنامه کیهان هم جالبه. حتما تعبیرم این نیستش که ایشون مخالف مصادره بود از این جمله ها، بیشتر طرفداری از محیط زیست و جنگل و اینا. بریم روزنامه اطلاعات رو ببینیم که از جلسه مهم دیشب در حضور امام میگه که بختیار گفت نخست وزیر منتخب امام اگر وارد عمل بشه توقیف خواهد شد. منظورش آقای بازرگانه. بله دیگه، حالا دیگه کم کم معلوم شدش که این راههایی که برای آشتی با بختیار رفته و هر دو طرف امید داشتن که کاری که در نوفل و شاتون نشد در تهران بشود، یعنی اینکه بختیار بره پیش آقای خمینی و مثلا فرض کنید که مثل شهردار تهران ایشون بگه که حالا با حکم من برو بشه نخست وزیر و بعدم رفراندوم بشه، یه همچی طرحی وجود داشت گفته میشد، ولی این نشد و بالاخره رسید به اینکه ایشون گفتن که من تو دهن دولت میزنم، دولت هم گفت من نخست وزیر او رو قبول ندارم، بنابراین حالا رفتیم به این باریکه و نقش نظامی ها این وسط مهم شد. شاید اینو بشه از تیتر آیندگان دید که آقای بختیار خیلی تند میگه که کسانی رو که جنگ داخلی راه بیاندازن تیرباران میکنن. ولی هنوز دو پهلوه، هنوز شاید که اشاره میکنه به اقلیت هایی که در مرز بودن، در استان های مرزی که درش اسلحه اومده بود بیرون و عملا دولت یواش یواش دیگه کاری نبود در همه اطراف کشور، ولی به هر حال یه طوری گفت که این طرف هم بشنوه. یه توضیح هم میدین در مورد این تیتر، اگه مردم قبول کردند رژیم جمهوری خواهد بود از طرف این تیتر است که ذره ملایم شده، به خاطر اینکه تا اون چیزی یادم میاد چیزی که مطرح بود این بودش که خبرنگارا سوال کردن که شما میخواید یک رژیمی رو بیارید مثل حکومت اسلامی. حرف حکومت اسلامی رو خبرنگارا زیاد میگفتن، ولی تا اونجایی که یادم هست آقای خمینی پرهیز میکرد از گفتن این حرف و یه جوری بازی میکرد که معنیش این بودش که هرچی مردم بگن، و هنوز نرسیده به اونجا که یه کلمه زیاده کلمه کم، هنوز فاصله داشتیم. در اینجا این در جواب اون سوال گفته شد که آیا مردم یا شما تعیین میکنین، که گفت اگر مردم قبول کردن رژیم جمهوری خواهد شد، که در اون فضا خیلی حرف مثبت مردمی تلقی میشد. ممنون آقای بهنود. ممنون از هر دوی شما. به پایان این ویژه برنامه و 60 دقیقه می رسیم. از طرف من و جمال خدافظ.